در این بخش برنامه پیام حزب به زندانیان سیاسی و خانواده های اونها قرائت میشه توسط شیوا محبوبی. بفرمایید شیوا. پیام به زندانیان سیاسی و خانواده های آنها. در طول بیش از 4 دهه عمر حکومت ضد انسانی اسلامی، شما زندانیان سیاسی مقاومت، امید و تلاش برای آزادی و یک زندگی انسانی را در جامعه تقویت و تکثیر کرده اید. در دهه خونین 60 و در بطن خفقان آن دهه تسلیم نشده و مبارزه و مقاومت را در سلولهای زندان ادامه دادید و به نسل آینده پیام دادید که مقاومت زندگی است و زندگی خاموش شدنی نیست. پس از قتل ژینا مهسا امینی و از شروع انقلاب زن زندگی آزادی، شما زندانیان سیاسی یک بار دیگر و این بار در وسیع‌ترین شکل ممکن توجه دنیا را به سرکوب‌های رژیم و در عین حال به اعتراضات مردم در خیابان و زندان جلب کردید. در یک سال اول شروع انقلاب زن زندگی آزادی، بیش از 60,000 نفر دستگیر شدند. رژیم در زندان‌ها در سطح وسیع و کم سابقه‌ای دست به شدیدترین شکنجه‌های جسمی، روانی، جنسی و دارویی زد و خانواده‌هایتان را مورد تهدید و فشار قرار داد. اما شما زندانیان سیاسی در همان سخت‌ترین و وحشیانه‌ترین شرایط زندان دست از اعتراض بر نداشته و همراه با مردم در خیابان با شجاعت زندان‌ها را نیز به یک سنگر اعتراض تبدیل کردید و به مردم فراخوان دادید در خیابان بمانند. وقتی مجید رضا رهنورد را برای اعدام بردند، در حالی که چشمان و دستانش را بسته بودند، در مقابل دوربین رژیم گفت: بر مزارم نماز و قرآن نخوانید، شادی کنید. توماج صالحی گفت: در زیر شکنجه صدای شکستن انگشتان دستش را میشنید، اما علارغم تمام شکنجه ها پیامش ادامه مبارزه است. شما از قتلگاه های رژیم به مردم فراخوان دادید که شعله های زندگی را فروزان نگه دارند. زنان در صف اول انقلاب زن زندگی آزادی به جامعه فراخوان می دهند و همزمان شما زندانیان سیاسی زن در زندان ها پیشگام اعتراضات می شوید. شما علیه اعدام ها دست به اعتصاب و اعتراض زدید و به جامعه فراخوان دادید و به دنبال آن اعتصابات و اعتراضات علیه اعدام در بسیاری از زندان‌ها به راه افتاد و سه‌شنبه‌های اعتراض علیه اعدام صدای رسای اعتراض به اعدام‌ها از درون زندان‌ها بود. خانواده‌های عزیز زندانیان سیاسی، شما درد و رنجتان را به نیروی برای تکثیر شجاعت در جامعه تبدیل کردید. علارغم تهدید، بازداشت و فشارهای مداوم رژیم، شما صدای عزیزان در بندتان و همه زندانیان سیاسی بودید. حزب کمونیست کارگری ایران به شما زندانیان سیاسی و به شما خانواده‌های زندانیان و جانباختگان صمیمانه درود می‌فرستد و اعلام می‌کند که همچنان تمام تلاش خود را جهت تقویت و پیروزی جنبش دادخواهی و فشار جهانی برای آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی به کار خواهد برد. آزادی زندانیان سیاسی یک رکن مهم انقلاب زن زندگی آزادی و یک خواست فراگیر در جامعه است. کنگره 13 حزب کمونیست کارگری ایران 12 خرداد ماه 1403 برابر با اول ژوئن 2024.